متاسفانه در بعضی از موارد در میان جوانان ما بعضی از افرادهایی وجود دارن. افرادها یعنی چی؟ یعنی که مواردی در تکفیر ضوابط و شرایط شرعی را مراعت نمی کنن. و بله این کار حرام است. اگر کسی صلاحیت علمی را نداره که در این درجه نرسیده که بیاید برای یک نفر حکم تکفیر صادر بکنه، اگر این خودش اگر میاید کسی را تکفیر میکنه از لحاظ شرعی مرتکب حرام شده. متوجه شدین؟ و این بله افراد هست. بله متاسفانه یک واقعیت که پس در میان جوانان ما، در میان یک عده از جوانان ما واقعا افراد جا گرفتن. عموم مردم تکفیر میکنن، تکفیر عموم مردم در جایش بانین، عموم کسانی رو تکفیر میکنن که در جهادن، مجاهدین تکفیر میکنن، علما رو تکفیر میکنن، اونایی که زندگیشون وقف دین الله سنار تکفیر میکنن. و بدون شک این افراد هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، هلک المتنطعون. هلاک باد بر او کسانی که بدون ضوابط شرعی و بدون در نظر داشت احکام شرعی غلو میکنن. و بله هلاکت است. و متاسفانه ما نمونه های از این در میان جوانان ما داریم. چرا ای ایجاد شده؟ به دلیل از این که حماسه جوانان ما بیشتر از فهمشان است. فهم دینیشان محدود است. حماسه دینیشان چی است؟ بالا هست. به امون خاطر در سنجیدن موارد امو ضوابط شرعی مد نظر نمیگن. تصور میکنم بعض جاها که نوزن بلا گویده اینجا الله پیغمبرم کمک چی کده؟ تساهل کده. به خاطر چرا این کار میکنن؟ به خاطر از اینی که حکمی که اونا صادر میکنن جدیتر از حکم الله پیغمبر است. نه، الله خوب غیرتی است و پیغمبرش هم خوب غیرتی است. فهمیدین؟ هیچ وقت تصور نکنیم که ماها با این حالتهای عجیب غریبی که داریم نوزن بالله از الله پیغمبر کرده با غیرتی. اگر کسی این ذهنیت در کلی پوچ خود داره خطا کرده، مفهوم درست دین نفهمیده.